حمد و ثنا به پروردگار و درودی به پایان به پیامبر آخر زمان محمد ابن عبدالله علیه الصلاه و السلام. اما بعد، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس 23. در چیزی که برای ما نامعلوم باشد میگوییم که الله داناتر است. یعنی اهل سنت همیشه علمی چیزی را ندانند به الله بزرگ واگذار می نمایند و میگویند که الله داناتر است و این پاسخی عادلانه می باشد. و منظور از این اینکه به علم و آگاهی بر الله تعالی حرف زدن حرام است، همین می باشد که این گناه بزرگ حساب می شود. همین طب وقتی که انسان از چیزی که نمی داند پرسیده شود، باید در جواب بگوید که الله تعالی داناتر است. 76. و محس کشیدن بر مسیح چطوره که در حدیث آمده است جایز می دانیم. یعنی اهل سنت و جماعت محس کشیدن بر مسیح را با شروطی که در کتاب های فقه آمده است، یعنی 3 شبانه روز برای مسافر و 1 شبانه روز برای شخص مقیم، جایز می دانند. و رافیزی ها یعنی شیعه ها در این امر به آنها مخالف هستند. ولی محس کشیدن بر مسیح ها از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با روایت متواتر ثابت شده است. 77. حج و جهاد با پیشوایان امور مسلمان ها خواه پرهیزگار باشند یا فاجر تا آمدن قیامت دوام دارد که چیز این دو را باطل و نابود نخواهد کرد. یعنی اهل سنت و جماعت چنین میپندارند که حج و جهاد با امیران اسلام خانکوکار باشند یا تباهکار، بدون اینکه هیچ چیز واجب بودن آنها را بیکار کرده نمیتواند تا برپاشوی قیامت ادامه خواهد یافت. تمام این امور یعنی حج و جهاد با سرپرستی سروران عادل و نیکوکار و فاجر و تباهکار واجب میگردد مادامی که آنها از ملت اسلام بیرون نبرآمده باشند. خلاصه باید شخص مسلمان وقتی از چیزی که آگاهی ندارد پرسیده میشود گوید که الله داناتر است و بر خود تکلف و گرانی بار نسازد. ماسک کشیدن بر مسیحا در سفر و در مقیم بودن جایز می باشد. حج و جهاد با راهبران عادل و ستمکار تا روز قیامت ادامه خواهد یافت.